سلام و شب همه شما از دار بخیر. امید است عید خوش و سعادتمند را سپری کرده باشین. شما از دان را خوش آمدید میگیم بازم با یک برنامه دیدنی و جالب دیگر افتفام. امید است تا بتانیم لحظات شما را خوش و خندان نگه داریم. سلام به همه کارشناسای عزیز ما. امید است که عید خوش و سعادتمند را شما هم سپری کرده باشین. چطور بود؟ زنده باشه زکی جان. واقعا یک عید خیلی خوب تیر کردیم. جایی که نرفتیم واقعا بعض جا نرفتیم خسته شدیم به خاطر عید کم بود، نه سه بود. کاش عید یک ماه میشد. ما تا جای شنیدیم میگن عید زنا 5-6 روز است. 7 روز. البته دعید بود. آقا صاحب خوب آقاست. آقا جان مگم عید برای ما بسیار خوشایند نبود. نمی نمازید که رفتین نامردا بود تای مرزا. دوستای عزیز فراموش کردم مهمان جدید خود برای شما معرفی کنم. مهمان جدید ما جناب آقا صاحب، انسان بسیار با شخصیت بسیار موفق. تشکر از آقا هستن. زنده باشید. تخلصشون 85 سال سابقه کارشناسی داره. دوستای عزیز چی بهتر که بریم سراغ واجه های زیبایی که در این هفته برای شما انتخاب کردیم. واقعا بسیار جالب هستن. آماده هستیم دوستان؟ یقینا 100%. واجه اولی که ما شما داریم است، شما زیادتر با این واجه آگاه هستین. آگاه صاحب زیادتر آگاه است. زنده باشین. خیلی تشکر. اوچلوق. 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 اوچلوق همه آدم ها را میگه که طرف انگور طرف گلاس که سعی کنه اوی دانیس که ازده فیش نه اوچلوق همه چی را میگم این نفرهایی که او بازی ریاد ندار شده میگه اوز که برای چلا پشلوق چلا پشلوق چلا پشلوق بسه وطن دوسته به شوار غرق میشن نوی جان استاز جان است من بگویم بفرمایش اوچلوق فکر میکنم امورا میگه که امی پاچای تبر بزنی دبای ناو داخل شوی آو که لوش داشته باشه چراق 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 قدی سر دو سر تیر شوی نه او چلوک او کسایی را میگه که دیگه درست پخته کرده نتان در شاو زیاد پتا باز وقت کرسر سرخان بیا چی میگه چطور او چلوک پخته کردی سینا جان تقریبا نزدیک با مواجه هست با معنای هستیش بخاطر نزدیک از دیگه پخته میگن همیشه از این فهمیده خیلی او چلوک هم شوله را میگفته خیلی شوله را؟ شوله را شلوغ چی نباشه؟ همی آشایی که دمی پول خشتی سر چوک فروخته میشه دمی سطلکا کس اون امور ما چلوغ میگه ما تال نخوردیم آقا فهم خوردید؟ او خود دیگه خوراکش است نه یاد من همه نخوردیم ما فکر میکنم که اوچلوق یک چیز دیگر را میگه امی بیروبار مردم هم نمیگه در فروشگاه امی بیروبار مردم در جان مدی مده جان تو کی سبرا کلگ یک جای جمع فامیدی زدن اکشان زدن اینه میره سویب گرد و ایره کلش اوچلوق میگه خوزن 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 نوی جان خوزن خوزن مردایی که دور از آزرا البته اما مردایی که دیگه در این موقعی هستن کمتی یک جای برشان برابر شد که یک چند تا خانما را بغلایشان دز بزنه و یک کارایی دیگه از خوزار آقا صاحب آقا صاحب محترم بر شما یک معلومات کوتاه بدم برنامه شما کمدی است لطفا سیاسی نشوید چیزی نباشید کمه نه یک ذره کمی آواز ما که است راکتوری است ببخشید یک ذره بلند صحبت میکنم اما هیچ وقت جدی نمیشم بله بله مگر بسیار قار هستی نه 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 چلوغ امورا میگه در بوشکه که هوا بگیری بالا خر بالا کنی چلوغ 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 خر هستی ای خر با خدا قسم تا روزی که وطن دوست باشه ای چی سمنگانی باشه ای خر اگه در یک لک دلار نرسان واقعا دیگه یک ایوان خیلی خوب است بخاطر قابل تعریف هم از خواه سعی کنین به شما یکم روشنی میپردم یکم روشنی به شما میپردم ای اوچلوق از شلوغ گرفته شده یا شلوغ یعنی چی از خوردنی از پوشیدنی است مسئله شلوغ کس من فکر میکنم در روزای باران در سرکا کو جمع میشه که پایچار را بر میزنی تیر میشی تا اینو میگی راو از فرمیشی به طرف های تایمنی و می سرکا که تیر میشه به چلاپ و چلوب کنه اون نمور ما چلوب تو اوجه پاچه را برزده میتنین پلاستیک میپوشی پلاستیک میپوشی استاد گل یک گپ دیگه یادم اومد جان امی اوچلوق به نظر ما یک رقم درخت از دکو است نامش یادم رفته درخت بادام است شما درخت شما دکو بالا نشین پایین است پایین باشین نه بس تو تا شدیم مال باز دکو برین گفت اوچلوق یا اوچلوق از شلوغ گرفته شده شلوغ خو بیروبار میگه جام جوش میگه سیستا خو او بیروبار نه شلوغ سر و صدا را میگه
شلوغ 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 میگم آب 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 شلوغ یعنی سر صدا سر او کی جنگ کنه نه سر صدا صدای چی را میگن آبشار را میگن آفرین بیان نه نه متاسفانه نزدیک شدین ولی دقیق نیست شلوغ مرا باید یک تند انداخ می کدام نفر از ایران اومده بود یک مدوم اون طرف های مرز رفته باز می گپ های ایرانی یاد گرفته آخ جونم آخ جونم قربون تو خسته نباشی بازی میگه یک دونه موتر خریده بود دیگه با حساب خودشان سرفرمان ششته بود سرکار میبینه که چقدر بیروبار است دیگه کس را نمیداد و میارنگ کدرایی بود آخر یک نفر از دست بسیار اصابش خلاص خراب بود گفت که چی آرنگ کدر رئیسی گفت که ببخشید من بوغ میزنم فهمیدی این نفر که طرف سعی کرد گفت می بوغ نزن مثل خر و ریانگ بزن خارم بشی واقعا می در سرکو شما سعی کردن یه آرنگ یک فرهنگ شده یک بازیچه شده نفر نباشم تی تی نفر نباشم دادم روی سگم تی نه به خاطر که نوی جانم این موترا روزی که از موتر فروشی میخره باز امو سفتهشه که نوشته میکنه که موتر فروش باز میگه میره نوشته که به همراه آرنگش خریدیم باز اونمو خاطر آرنگ میکنه به خاطر که آرنگش هم پیسه بده آرنگ نیست امو شاید آرن باشه امو یک کمی وطنی میگیم بگم امی برای موتروانا نیست با وقت امی سرکام به حد بیرو بارست نکو پشتی یعنی باور بکنن مگر شما را رد نمیکنم مگر شما را رد نمیکنم ولی شما متوجه باشین در سرکا بخی سرک خالی هم باشه مردم آرن میکنن تیکسی مثلا آرن میکنه به خاطر که سواری پیدا شه برش مسافر پیدا شه بسیار گپاست آرن میکنه به خاطر سواری آرن میکنه به خاطر دختر مقبول آرن میکنه به خاطر شوق خودش والا آقا دختر مقبول عالمی امی دختر مقبول به خاطر می مرداخ نیست امو از خود خور مادر داره از خود خانه و جای داره رقم باشه خانه خانه بشین شما دو از امو طرف شوهر لازم داره اون قانون نیست امو یک بی خور بی مادر اما نه آرن نه آرن مقبول که این نگیره من نگیرم اون نگیره خیلی دختر مقبول دخترای مقبول کلش به شما خب بین سلام شروع اگر در شما در ترافیک برین به خاطر لیسانس گرفتن از شما اول پرسان میکنه آرن در کجا لازم است که باید تو بکنی میگم در پیش دواخانه پیش شفاخانه یعنی خود باز لیسانس گرفت این میتا پیش شفاخانه اصلا آرن از طرف شفاخانه به موتورای اتفاقی باید بسته شود آفرین در اونا لازم است شناسی میکنه از واژه دوست است از واژه سکن از واژه او شلوغ شما سر آرن رفتین پس علی راجع به علی آرن یک چیز دیگه میگم گفتی که آرن در کدام موقع مثلا آرن شونه وقتی که دو موتر تکر میکنه دریور باید آرن بکنه که ترافیک خبر شد بیاین که از آرن برای این معنی اصلی واژه او شلوغ پیدا کنیم یا او چلاقه یا او شلوغ نوی جان یکم روشنی پس خوردنیز پوشیدنیز چی هست؟ تا جای شما تمام معنایش رو گفتین درست بود ولی دقیق نگفتین همون چیزی که بود او شلوغ همین مشک هم میگه او که کم پر کنی باز داریم پوچه چلوغ 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 من پیشتر گفتم و رو همین جان نگفتم تکنید یکی خب به استیلا آم ما شما مثلا سونیا جان برتان قربه کچالو پخته میکنم بیاره رو میگه یا شلوغ خاله جان از تجربه خودت میشه که استفاده کنیم در ماه مبارک رمضان مجرده که ملا آذان میداد دیگه تا میتونستی او میخوردی بازی با قلم که دور میخوردی شراق فراق طرف هم دور میخوردی او شلوخ شلوخ میکرد نه این وقتی که باز افطار میکرد تا خدا منداخت درد بغل خود بالش میمون که شکم شیسی بسنده دراز باشه یکاو به کارش اینا قمیشه خب همین چایم که زیاد بخوریم فایده که باز بدن یا متوی گردن ما بر شما معنا اصلیش هم میگم شما پیدا نتونستین بسیار آسان بود گفتین او شلوغ یعنی او گین آفرین بسیار دقیق بسیار چکن چقدر جالب است او شلوغ بمونه یعنی او شلوغ اوش که بسیار باشه غذایی که شما مایل میکنین سوپ است یا شوربه ترکاری است اوش که زیاد باشه او شلوغ امورا میگن افتخار خالجان یک کف میزنه سعی که تو ما خالجان و افتخار خالجان اگه که مرا که در دیم کم زیاد باشه شولا را گفتی دیگه نه تو دسپخت خدا تعریف کردی ما گفتم امیره ما گفتیم خرک چک چک الاخته دوست عزیز به افتخار خالجان یک کف زدین چی بهتر است که ما یک وقفه کوتاه بگیریم و زود برمیگردیم بازم خوش آمدید میگم شما دوست داره و برنامه دیدنی در این هفته بازم هم تو که بر شما گفتم واژه های بسیار جالب انتخاب کردیم و واژه دوم آماده است که بریم بخیر چرا نه پیشتنگیشش جواب نه نیفتیم این واژه را امکان داره شما زیادتر شنیده باشین
شاید خالد جان زیادتر شنیده باشه ای واژه را، خطاب شده باشین شاید زیادتر به ای واژه خطاب شده باشین زیادتر از طرف بعض کسا. واژه که انتخاب کردیم برای شما است زخ بلوط. یک آن نفر که در زغال زخ زغال بلوط که بسوزه او نمره زخ بلوط مگه؟ بلوط نه، بلوط بلوط سایکو زخ بلوط اصل فکر کنم نمی واژه خودش معنا داره، شما خفتش هم میخواین بگین؟ معنا داره درست است. میخواییم که در باره بحث کنین به نظر شما از دیدگاه شما چی میگن؟ بعد دیگه خیلی میگه که اجازه استفاده نداره. بفرمایید فرمایید جان. زخ بلوط زخ بلوط است. اگه زخ بلوط نمی بود ما ایر زخ بلوط نمی گفتیم. بنانی زخ بلوط است که ما ایر زخ بلوط میگیم جان. درست است. شما بگه درست گفتین خو یکم درست فرمودین. کم که. جان زخ بلوط هم آدمای را میگه تمی هر کار که کار نده شب شکار بگیره هم کارم خراب بسازه اونم آدم رو زخ بلوط میگه. خب به نظر من زخ بلوط میبخشی آقای سمنگانی، به نظر من زخ بلوط اونم کسایی را میگن که فقط سو واش بجازیری میتن چا بجا رخصت میشن محترم بن سرکام بن، فقط مامورین که رخصت میشه خانه میرن نه کار میکنن فقط اون جیبای خود پر میکنن. فکر کنم اینمی صفت برای دو آدم هم دخ بلود گفته میده که ماش دولت کار نمیکنن. زخ بلود زخ بلود امرو نه که زخم در زودترین وقت جور نشوه. زخم بلود نه تو برادر او با بلود چی ارتباط داره؟ زخم نیست زخ است. اگر چی زخم و زخ هر دوش یک چیز است. نوی جان همی زخ بلود همی چیزا رو میگن داماتای کس خارج میمان محترم ما زخ بلود آدم بیکاره آدم ناکاره آدم کزوی چیزی ساخته نشه و نمور زخ بلود میگه. آفرین بیخی دقیق هستن شما بسیار خوب گفتین. ما خوب تحلیل کرد گپش درست است. من میگم زخ بلود همی داماتای رو میگه که از خارج میایه فهمیدی 40-45 سال است اینجا باز دختر 14 ساله رو میگیره باز دلارا رو جیب خود میگه. نمور زخ بلود تایید میکنه. نه او آدم رو دختر بلود میگه، او آدم رو دختر بلود میگه، زخم بلود نمیگه. دختر بلود چرا بگه؟ داماد بلود میگه. خواه داماد بلود میگه. ما تا بلود تر پشت نه بلود این نمچو بس. لود خوب پوله میگه. بلود آدمای بلود آه این پیداش که لود خوب پوله میگه. لود پوله میگه. بلود این آدمای پول داره. سایز نیه نه تی توتا توتا میکنی از واجه را سایی کنه زخ بلود به نظر ما یک میشه که دی به عیس صفت استفاده کن آدم یه ایتی یک آدم های ما شما در اصطلاح خود یک آدم بوس داریم یک آدم بیچار تو نه غیر مغرور بعض آدم های تو چی رقم بنده بگم از زمین دم برای از زمین برای بوس هستی موزیستی یک رقم آدم موزیک با اجتماع سر کار نداره یک رقم آدم که همه تو تر بسایی کنی یک جای غم خورده رئیس این همی قسم سایی میکنه دل جیگاره تا میکشه اونه مو آدم های خیلی بینید تو سایی گفتی اونه مو آدم از خبال بود اونه مو تو آدم ها را بنظر ما فکر کنم همی صفت هم تایلای کل شما تایلای تمام شما دوستا دقیق و بجا است ولی کم روشنی تر پرتیم سری مثلا چی بگویم خیلی با جزیت کم دگام روشنی پرتیم و دیگر روشنی پرتیم خود مستقیم بیاریمش گروپ دستیم هم دخانه بلود زخم بلود اما آدم ها رو میگه در هر توی زخم نیه زخ 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 بلود اما آدم ها رو میگه در توی بی خبر و خبر و بی خبر برن اونجا نانشه که ده تو سمنگانی سیف کدام وقت شما خود اتمن در کدام توی لط خورده نمیجا دو چیز زیاد یاد میشه در برنامه ما از طرف آقای سمنگانی یکی نمی توی که آدم بخبر یکی مسئله خر یکی هم خر نه خر اگه ایوانی خوب است همی مرد چرا وقت نمیتین؟ در وقت یک تعریف است همی سونیا جان گفت همی مرد چرا وقت نمیتین؟ حالا ما میل در بای خر گفت داریسیم این بازی برای نمیم کی دی سرکا میگردم ما پیدا کردم دو سایز همی سمنگانی سای محترم کدام جای سر خر توی رفته بودین با تک کردین خرام آل اردی تانم و سرگاه و بیدارا همی پشت خر بیچاره ریلا کنه یا اونم هم یک زنده جان است این چقدر خر گفته شما ما میرم از این برنامه خو خیر خود خر وقت خار نه به چی سونیا جان وقت میتیم راست میگه دوستای اجازه بتین سونیا جان نه اول چی گفتی زبان چوری تا پاک میگه زخ بلوط تو نما آدمای میگه که روز خیر کس از دستش نداشته باشه غیر خیر خیر خو غیر با کلگی zarar مسئولیتش برسه خودش هم یک چیز اضافه در جامعه باشه اونم آدم از زخ بلود میگه ما که ما در قوم ما یک تام تر من میگم زخ بلود طرف تندوس رو شرا بگیر نه 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 ما در قوم ما یکی از زخ
قوم خیش ما یک زخم بلود داره. نه قوم یک زخم بلود داره. خب ما قوم ما یک زخم بلود داره. من میگم زخم بلود همین کسایی میگه که فهمیدی پیسه ورزش نداره، در کلاب ملاب نمیره، سوبکی فومیدی در خانه لوتک میزنه و فومیدی ورزش میکنه. شما ورزش میکنین؟ نه ما ایدیات نداریم. خودتان هم میگه دیگه، به نظر خودتان. سعی کنین، من بکنم بگم. یک لحظه، ببخشی و ساده گلو. خواهش میکنم، بفرمایید. زخم بلوط اون امو آدمه که به می یک تنگه نبیارزه اون امو را زخم بلوط. تنگه بلوط. امو چی منطبع طریقه های مختلف امو یه اگه پا قایم گرفتیم امی هر تحلیل های کلوتان درست است تحلیل های دقیق دقیق میگن اصلا زخم بلوط چیزی نیست که آدم دباری از او یعنی یک لغت معنای دقیق داشته باشه شما تحلیلی که میکنین بیخی درست است کم خوبتر کم دگام خوبتر تحلیل کنین انشالله دقیق لغتش پیدا میشه معنای اصلیش زنده جان از چی هستی؟ نه خورده میشه که چاکلیت از نامش آگاه هست که زخم بلوط زخم بلوط هست آگاه زخم بلوط زخم بلوط کدام نام چاکلیت خونه است؟ تی اگه اشتباه کردی دایی نام چاکلیت چاکلیت ککاو دار نباشه زخم بلوط سمنگانی امی امکار عزیز مام تو یک عادت داریم یک چیز قدانه که برمت میگیریش دیگه نه ای چلا نه قریب دمون رب داره نه سوال زخم بلوط هم کنده درخت نه میگه سگیره از کنده درخت هم میگن کنده درخت نمیگن اما قسمت درخت بلوط که زخم داره اونمورا میگن زخم بلوط امورا میگن خب پس با افتخار ما چک چک کنید دیگه کاملا شما غلط فرمودین زخم بلوط دقیقا اون قسمت درخت که شما فرمودین میگه ولی یک ولی تحلیل خوبترش که اینه چرا به یک شخص خطاب میکنن وقتم پر از کوشش که زود کرده بخیر درخت ور یک جای مزر شیشته مزریات کرده میره خیر به مردم سمنگانی 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 بسیار درست اجازه بده نمی مرم زخم بلوط تگرین اما قسمت درخت زخم داره اونمون نه بر نجار کارش میه چون اون قسمت نه رنده میبره نه عرق قسمت هم میبره و نه او شکستانده میشه به شکل درست شکستانده شد پس یک چیز بیکاره یک چیز بیکاره و اون خود به یک انسان که ایره خطاب میگن یعنی به ایمان یک انسان که بیکاره است بخصول است ایت بدرد نمیخوره بدرد جامعه نمیخوره یعنی گپ یک دیز دفعه من زنم من قضاوت با افتخار سمنگانی تو یک چک چک کنید دوست دارید تا صبح پیدا کردن نه ما پیدا کردن ما تو خود دوست از یک وقفه کوتاه میگیریم و شما برمیگردیم ان شاء الله زود برمیگردیم بارم شما را خوش آمدید نگیم برنامه یک خام چطور دوست های دید؟ بسیار تا حال رکم بسیار خوب پیش می رفتیم نام خدا بسیار تایلای بسیار دبا و جالب چک چک هم کنیم بس نیا جان نوید جان ما خود درست جان. پیش میریم اما خود درست قضاوت نمی کنی امیدوار استم که از برکت از شب دست بالا کنی خدا نوید از روی ما بگیره نه ما با این روادار نیستم جوان هستی اما قضاوت نه دیجه بگیره ما 20 دفعه همون لغت پیشتر جواب دارم باز داری سرسمنگاری چک چک کردی ما یک دختر دایی برنامه هستم باید نزیاد خوش بگاه کنیم ما گفت کنم رد نمی کنم تمام تان دایلای بسیار زیبا و مقبول کنیم شما باز اما کنه بهتر امو شک شک اول اقامه بود که میکنم نال یک چک چک هم بعد اولی دور رفته به افتخار خوی یک چک چک بکنیم که خفنه آماده هستیم که برای شما لغت بعدی رو بگیم بله بفرمایید این لغت بعدی شما که هست البته از زبان هزارگی است من میفهمم که وطن دوست خوبتر آگاهی داره این باره و شما همچنان چون ما با برادرای ما سر کار داریم همیشه در یک جای هستیم و یک جای زندگی میکنیم با هم این واژه ما هست الغه او وی ده بابا ما یک دفعه گفته بود زمان چی بود الغه نه گفته گفته بودی الغه الغه اونم دا به گردن دو گاو که میپرتم اونم چی میگه یوق میگه اونم رو الغه میگه یوق میگه یوق باز بعد یک لغت میگه اونم می الغه می نفرایی که بار دوش جامعه باشه که باز اون نفرای دیگه اون انتقال بده مثل امو جناب که در تخت روان میگردنش نه اون خوب بره ها الغه اونم رو میگه الغه الغه نه الغه امون نلغه نباشه نلغه نباشه نلغه آه بله نلغه نیست نلغه نلغه تازه جوان پس میگه سمنگانی خواستی باش تک مهم نویدن چرسی ها بارم یک کوکش کن دکه ایلایش کن یه امروز سمنگان اومده خون رو پیدا کردن که یک بغلا خدا انداختن نویدان اصلی بارز و مذرت در امین لجا هر وطن ما و شما هر قوم از خود یک فرهنگ یک لجا داره او الغه نیستک در اصلیتش آلغه است ها آلغه به نظر ما می کسایی رو میگه که در وزارت ها که میری باز فهمیده می جیبش تکان میته و کلش میگیره اونمون رو آلغه میگه
یعنی جان امیر ثابت کن که اولغه یا الغه است. الغه یا اولغه خب من لهجه است. خب لهجه است. بعض مردم اولغه میگه بعضن الغه میگه. امور در یک جمله میشه بیان کنی؟ خاله اگه بفهمید مانایش میگفت خیلی خوب بنظر از لطفا از وطن دوست از وطن دوست نقل نگیرین به عنوان که اینا از دوست امیر در یک جمله اولغه امو قبضه که در دهن هست می باشه اونم را اولغه نمیگن نه نه اون را قایزه میگن قایزه میگن پس میگی باز پس میگم اون را نمیگن اولغه امو بچه که در خانه که تولد شده باشه یکان بچه کلنگی که خواهد شفا خانه تولد شده باشه با دوی کلنگی نمیشه خسکی است ماشینی است امی امی مار یک چیز با تشویش در تصویر دیرم دیت پانگدار استی چرا؟ چوکی نیمیز خرام خدا مار بیقی با تشویش سبنگانی سای پامید این طرف لنگر دیم نمیجان میشه یک روشنی پرتیم یکی از ما برتون روشنی میپرتیم دقیق افزار کار است افزار کار تیشه است دقیق نزدیک نزدیک دی بیسون نزدیکی ولی تشه نیست تبلان نیست کلان نه کلان نم نیست کلان میگن کلان میگن کلان کلان ببخشی کلان افزار کار است کارش کار میشه ولی کلاشینکوف نباشه می افزار است یا کلاشینکوف نه 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 امو خر است خر خر نه خر اون خر نمیش باز خر میچوره نه خر با لیاز خدا نیست شیلو کنم با خدا نه این خر این قدری دختر کارشناس است جنگ دنگه با خدا از پیش روی خر تیر میشه خرد ولی از باره نمیره یه راکنین دیگه همی خرد سکم نگریم در بامیان او رو به این خرد تقدیم نامه دادن از اینکه فعالیت زیاد بوده واقعا اگه خر خود چیز هم بخواه سرش کوه رو بسته که کش میکنه یاد آدمه سعید بخیر در یه برنامه شبخند دعوت بود در او تعریف شکرد بفهم کال خرد من مغرور میشم نیم اگه قیمت خر بارم ما برای شما یک چیز میگم حداقل خر رای مردم خو نمیگیره بله بله. مردم به خدا خو نمیکشه انسان خو نمیکشه حداقل دزدی خو نمیکنه چون چه پول نمیکنه گفتنی دارم میگن عدسته که مردما بین خود جنگ کرده دو که هر کس شامل گپ عامیانه شده یا گپ خود کشه خر نامش میگیرن امی 40 50 اجازه بده خب 40 50 دان خر پشت ریاست جمهوری رفته بودن تظاهرات کرده بودن برای رئیس جمهور ما گفته بود ما امروز تظاهرات کردیم برای رئیس جمهور وقتی که رئیس جمهور برآمده بود گفته بود امی ما خرا امروز تظاهرات کردیم به خاطر از اینکه ما خرا خاطر از اینکه هر گپ بین مردم تان میشه چرا از ما استفاده میکنه گفته بود در بین ما تکر نیست در بین ما جنگ نیست در بین ما دعوا نیست گفته بود چه قسم گفته بود پری روز ما خرا کل ما روان بودیم گفته بود اگه ساجای تکر شد گفت دفعه نمی تاش اولین کارش نمیست که خر ور تکر کردی کدام روز ما خرا بیچاره تکر یه گپی تازه دیگه که در گلوسوالی به خدا خر که انگه از میدن امون مردم صوتشون رو برآور میکنن سر سال انگه از خر خر کنین شو این واجه آلغه را ما فکر میکنم که آلغه نه نگکای شفاخانه رو میگه که بچه به دنیا میاد دستی میگه شیرینی بیته که بچه هست خاله یک شفاخانه افزار کار است افزار کار نیست به خاطر که در اونجا کار میکنه پیش افزار کار نیست کاریگر است افزار کار به این مانا که به وسیله از این با وسیله زنم او کار میکنن مثلا قلم رشته میگیریم کراچی او را فرخون میگن جوالدوز نه جوالدوز نه نه امروز این دوخته نمیشه آقا صاحب متوجه باشی که در این وطن کس جواله نمیدوزه منگل خونه میگه منگل خونه میگه منگل کیست ای زنده باد اولغا اولغا خو منگل نمیگه چرا چرا منگل منگل چرا نمیگه ای گندم که درو میگه ریشخه که تو چرا ریشخه که گندم که درو میگه دوست است دوست خیاگو منگل از خود گندمم نغمه است منگل میگه دوست چیه دوست میگه منگل میگه ایلاک خو نمیگه نوی جان چی ایلاک مو غلبه نمیگه ابزار است تیز است تیز نیست تیز نباشه که چکوش تیز اگر باشه که شمشیر است چکوش با افتخار سمنگانی تو یک چک چک کنیم واقعا دوتا خوب این تخابت هم شما گفتیم یا که اگر تیز می بود تبر بود یا منگل بود منگل بود نه این نغمه بود نام لغات چی بود نام لغات چی بود اولغا 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 اونو می چکوشه میگه چکوشه تو امی تو لغت های انتخاب میکنی اولغا را سایی کچا کشه سایی امی لغت تو چرا نفهمیدی دلیل خوب کردن فهمیدی تیز آوردی یا نفهمیدی نه نفهمیدی چطور شما سر خودت مشک دارم نخواد خودت ازاره باشی ما ازاره هستم به خاطر که گفتم باش که من خود میفهمیدم همه دیگه هم کارام دروغ چی میفهمیدی تویش نمیفهمیدی اگر کمی من وطن دوست میفهمید اول جواب میدونم زمانگونی سم گفت هستیش میگم اولغن نیست خب
به حساب ازارگی نمی چکوش آلغه میگه آلغه. صدا میکنه که آلغه رو بیار که داس یخکوی کنیم. یخکوی منگله. آه منگله منگله یک رقم داس است که پیش آینگر میبری داغ میکنی باز آینگر رو تیز میکنه. یخکوی باز در سر سندان میبانه قدمی آلغه میزنه او رو دمش نازد میکنه باز فهمیدی منگله درو میکنه. نغمه رو ببخشی نغمه رو. چرا اول لنگفتی میره چرا اول؟ نه من بخاطر که نشکتشتیم. این اگه دزارگی بگویم امو آلغه رو بیار که منگل یخ کنیم خوب باز بخی خراب میشه. همین جمعه رو بزارگی لطفا بگو. اگه آلغه رو بیار که داس یخ کوی کنیم. آه نه، اینا خوب تر بساب درست است. به بزرگی نه. بیا دوست عزیز یک وقفه کوتاه میگیریم دوست عزیز و زود زود برمیگردیم. خوش آمدید دوست عزیز. باز هم چطور هستیم شما؟ خنده ان شاء الله خلاص خونه شده دوست عزیز. دی هفته بیخی دگم تا گلون ما خوش خوش شده رئیسه. ها این مخ بوتا دادیم. دی هفته دی هفته دو سواله که ما جواب داد نگو واقعا خیلی مطالعه داشتم. آقا خودت ان شاء الله شاهکار کردی دی هفته. شاهکار. چطور است آماده هستی که بریم لغت بعدی رو بر شما یا واژه بعدی رو بر شما بگویم؟ نه چرا نه. ای واژه رو بسیار شما شنیدین در خورتریکی خصوصا که شما بچهای خاله و بچهای ماما که حتما یک جای شدین یک گپ بسیار زیاد شنیدین. حتما ما شما را ای واژه را گفتیم. خودت خیر خاله ای واژه را تلفن کردم. ما دشتکرم لغتک است. شیشته کنم لغتک باشه. نه نه. ای است چنگوی. چنگوی؟ یه خو وازی آسان از اگه چند دانه گوه یک دفعه در چنگال خود بگیری. حال پیش گوه ده. چند جه باش باز ما میایی باش. یا خر باشه یا گوه ده گرگت نیست. چنگوی. چنگوی پالوانی رو نمیگه؟ پالوانی پالوانی است. خامی چنگاو میشن نه؟ نه چنگاوی شما پیدا کرد. شایدش باشید این سرکا موتر که تکر میکنه. هر قدر نفر دیگه موتر است دو موتر کلش میبره چنگاوی شروع میشه. چنگاوی هم جنگ زنا رو دمام زنانه میگه. شما حالا که اون رو ندیدیم تا از دور شنیدیم صداش میتونه قال مقالی بده. درست درست. یه فقط تنها زنا دمام زنانه. نه به خاطر از این گپ نه نه به خاطر از این گفتم که در منطقه که ما میشینیم در مسافه دو متری ما امام دو متری یعنی اونجا امام از همیدی همه کچه حالا دو متری شده به خاطر که زمین چورا زیاد شده همه کچه رو برای راره هم نمانده چیزی کلش چور کرده بردن در این مسافه ببخش دو متری گفتیم این پنج متری ما پنج متری هم نیست همه دیگه ما کم بگیری جا ما کم بگیری این صد متر میشه خب در نزدیک خانه ما امام است بس خانه ما این طرف امام است ما رد میکنیم بازم این صحبکی وقت بدر اگر ترنگ پرنگی بدر این تاسای امام میایی امون طرف باز کمی سعی میکنیم از این کلکین فهمی دیگه تو چرا سعی کنی از چرا سعی کنی داخل امام است دور دو منطقه دگر افتانی نیستی مگر همون یک چند نفر پیدا نمیشه کمرو تو چنگوی کنم تو چرا سعی کنی نمیره جواب بتایی تو از ده خانه است خانم نداری که تر باید تو سعی رنگ گوش رنگ و گپای زنان دما حالا خانم داریم بازم نیاز داریم به یک دانه استاد چنگاوی به نظر من اینمی یگان زنا زنا دگه دو تا زن سه تا زن فامیدی امی موی کنک و بکس و لغت و اینیم چیزا را والا فکر نگم مخت حالا زنا زنا بکس و لغت نیدیم موی کنک نیدیم بکس و لغت حالا نیدیم گو نیزه خب حضور نامشه سه که چنگری در کدام کلاب ورزشی زنا تانو نرفتی چنزنی باشه حتی بکس ها دیتا که دیگه تا سیر دیگه خب میکنه خب میکنه تو چی بس میده کلاب در کلاب زنا سرکی میمونه چنگری خب چنگری فکر کنم امی یکی خو جنگ و غال مقال زدنک هست یکی فعلا حالات که در وطن ما سر چوکی سر قدرت ها بله بله امی را فکر کنم میشه که صفت شادم چنگوی نامشه بانه طبعا طبعا میشه چرا نمیشه چنگوی مشما گفتم شایدش بسیار زیاد هستیم اگر شما شای قدی باشین که چنگوی رو ببینین صبح از خانه برین تا شار برین پنج شش جای میبینین ما که تحلیل کردم ما که تحلیل کردم در نظر ما چنگوی یعنی مرمه که چند آدمای گو گوس سر یگان چیز چناق بزنه سر یگان چوکی چناق بزنه اون عمر چنگوی میگه او خود چنگوی او بود نشد دیگه چنگوی همین چند گاو که از پاکستان میاری گاو میشوره چنگوی که بازو هم یکیش فرار کنه واسه فهمید پلیس هم درادش باشه آخر دستگیر نتونه کریم مرمی خب واضح بگو که چناق چنگوی چند نفرای کم و قسمی گفتید سر یگان چیز جنگ بکنن سر یگان چیز جنگ بکنن یا چند رقم گاو که یک جوی کنیم چند گوی میشنه چنگه امی یک فرهنگ چه فرهنگ غلط در وطن ما شما رایج شده وقتی که موتر دو موتر با هم تصادم میکنن یا حادثه میکنن
بدون از اینکه اینا معتلزی باشن که ترافیک بیا بین اینا فیصله کنن که گناه از کی بود یا چی مشکل چی بود. این دو نفر اول مبرن خوب یک راوند بوکس است، یک دو سه تا دندان از یکی دیگه میپره، بعد با ترافیک میه میگه برو تو از خود جور کی از خود دقا دندانش هم مشکل خلاص بالا دی یک گپ دیگه نه سعی کنین. راوند اول خوب بوکس است سیرا گفتین، راوند دومش موبایل کشی هست باز ترافیک از این فرصت استفاده میکنم و چی خودم میکشه ترافیک با تلوه گره ورقه جریمه رو میکشه فهمیدی. یا می گپ از چیزا این ببخشین بانین که اگان دفعه ما میگان گپ بزنم. می گپ از چنگوی آمد، ما یک روز می رای پیش سرک تلویزیون نزدیکتر روان بودم، یا یکی از شرکت ها بود محترشان اینقدر کاغذی ما باور نمیکرد باشه با او کشفش و سلا و کارتای دیگه دیگه. ایم فکر من نبود سنتر که از دوستای این بخش سینمای موتر شد ماورم سلام دادم این موتر دی پشت موتر از خود کالم خورد که میبینم که بسته می این پامپر از نزدیک گفته او یک رقم دکه که بسیار عادی حال تا شده این مردکه یک رقم که ما دعوا داره او بیا در عالم سیاست که ما چی گفتم یا این طرفی که زنگ زد دو طرفی که زنگ زد گوش خال جان این طرفی که زنگ زد دو طرفی که یک 20 طرفی خیجه رسید نمی منطقه نزدیک خال میگم چی میگی تش جو کو تکرم رو خود بودم روی موتر بسیار یعنی تکر چه قسم که استاپ ترافیکی بود استاپ ترافیکی بود فقط یک سلام که دارم این برک ما از پیش پای می یک دکی استا خور این پامپر از خوال موتر بود که موتر تکر کردم. بله. خو عالی مردکه تا شده دیگه یک رقمی کارت میبینم کو شرکت ببینی چی شرکت بلا این موتر شما در موتر از نو تکر کرد تکر کرد بسیار عادی من خودم نگفتم فکر کردن گیتر میشه شانه در پامپر موتر دو خور پامپر باش خارج زیادی جالب است او رقم شما اگه امکان داره نوی جان یک وقت خورد این مردکه تا شده گال کرد ما رقم چنگ ببینید سه تا ترافیک اومده دیگه یکیش پامپر ما رو میکنه یکی چی گفتم به خدا قسم که این پامپر مرو که نیفتم دای منطقه که در چاره تر موتر از موتر فور مادر نداری در جان من تو جی پامپر از پامپر از پامپر است پامپر موتر پامپر اصلا نمبر پلیت بوده من پامپر بوده نمبر پلیت هم میکن گفتم دست لازنی میگم چی میخوای در 5 ساعت بطه تش و 5 ساعت پک مایر جور میکنم گفتم مالا همون اول میفتی چنگوی چی بود که تو گده من تاله کردی او چقدر او نفهمیده مالا همین چی نفهمیده سونیا جان میگفتی کتگی تا سایی که 500 رو پخواسته بخدا در 500 رو پا بازیم ترافیکو اگر رقم پشتی از رو میکد موتر شک زره بلند بود ترافیکو اگر 500 از سونیا نمیگیری بازو آدم ها رو چنگوی گفتن نمیشد نه اونو 500 یعنی اول چنگوی کردن بعدن توان گرفتن برو من ایم بخوبی نه ام یک چیز دوگاه هم ام دمی کلم میگرده ام دمی دلم بفرماین بگویم بفرماین خدا کنه باشه خنده نکنه سر من دل توان از کلیت گپ بزن امی جنگ گاواره نمیگه اینمی جنگاویز چنگاوی نیست جنگاوی یعنی جنگ گاوا دقیقاً شما بسیار خوب نزدیک ابراش نزدیک هستین امرا این واژه ولی دقیق‌تر بگوین یعنی بچی دلیل گاوا علی گاوا دیجی به شما چرا آوردن خالد امیر تو وقت جواب میده نوید گفت اخر ترکی والا دیگه ما اینا بعد شما بچا چی گفت آقا صاحب اجازه من جواب تو شاه بگو برش به نظر ما چنگاوی یا اصلا جنگوی یا خود چنگوی چند گوه که یک جای میکنن معمولا گوه یک خاصیت دارن چند گوه که یک جای میشن البته گوه بله بله اینو با یکی دیگه خود میزنن دقیقاً بسیار بسیار چهار تا چاق بشاق در این مملکت هر کس زیاد نیست کوچه ما چرا تیر شدی چاق بشاق بسیار دقیق زیبا بر خاله جان یک کف بزنین واقعا بسیار با ما با ما با ما با ما برای شما جان یک کف بزنین بر سامانگانی برای وطن دوستم کف تمامتان واقعا بسیار واژه های خوب و مانا کردین تحلیل های بسیار خوب کردین درست است دوستای دید یک وقفه کوتاه میگیریم و زود زود برمیگردیم بازم شما را خوش آمدید میگیم به بخش اخیر برنامه هفته فام چطور دوستای دید؟ خسته خو نشیدین انشالله نوی جان نمی خندید زیاد جالب بود برای من یک رقم خنده کردی فوتوشاپ نشده سر خود خنده کردم اجازه بدین بلی از خدایی در گپ زدن نمیمانید وقت برو چل تو بول امی خندید با من زیاد جالب بود چیزی یادت آمد نه یک واژه بسیار جالب است امو مرا خنده دار این واژه است امکان داره شما هم زیاد خنده کنین یا گپ بزن بایم درد دل دخترها باشه خیلی امیدوار هستم نوی جان که کنفرانس مطبوعاتی نه تکی خنده ما فوتوشاپ نه ای واژه هستم دفعه
لوچک. اوه شک نه خیر. من نفرای کلان که چوشک در دانش باشه. خیر ما کلاگی دیدم. زرا زرا بگو یک. کلان نه صبر. اول سر گپ دی بس او برادر چی میگه نفرای کلان چوشک در اور چون لوچک بگه. لوچک به معنای چوشک. نه. امی نوی جان خیر ما تیمی چه کلاگی دیدم میگه. لوچک واضح است، واضح و آشکار است در نظر و استراتیجی ما. لوچک امیره میگه لوچک امیره میگه که داخل چاکی چکه نمیپرتوه اونم داخل چکه رو اونم را کسی آمده لوچ کرده برده باشه. اونم را لوچک لوچ است ها؟ چی میگه؟ کسی لوچ کرده برده باشه به چاکه. خودت هیچ تو کار در زندگیت نگیدی که دخترها بگه تو لوچک آرام میشی؟ ما دختر را گفتم لوچک. کلاس لوچک های دیگه شدی؟ لوچک اونمو آدمایی رو میگه که صبح میشه پشت دخترها رو میگیره و چیزا بیشتشان نمیایه در جیبش یک رپام نیست فقط گپ مفت برشت. اگر پیسه باشه خیر است. پیسه باشه خیر است. پیسه باشه اون لوچک رو نه من مطمئنم کس پیسه داشت پشت دخترها میره او پتک لوچک باشه. واقعا کسی که پشت دخترها رو میگیره لوچک شما چی میگه نهر دشتان بگه برونا بزن میاره در اقیقت اگر ما بگیم لوچک خود دختر رو میگه بچه رو لوچ میکنه. این در زمانگان دارم تالت کرده این سر یک دقیقه من میگم لوچک همی یک گروه از این دوزا بر آمده شوانه که در موتر بالا میشی باز در پالید میشینه باز در نسبی راک میرسه چاکور میکشه در میرجه چند وقت پیش یک کامرامین های ما و شما از این همکارای ما و شما رو لوچ کرده بود حتی همون چلی نامزاتیش هم برده بود این هم میکشید گفت ناخونش قد میکنم این هم یارم لوچک میگه بخاطر که در تیکسی که بالا میشه دو نفر پیچ روی شیشتگیست دو تای دیگه هم پشت سر تورم در میراس مبین میشن و باز یا تفنگچه یا چاکو رو میکشه که دیگه لوچ کنه کل چیز تیلو کنه انشالله هم قریبی گپا ختم میشه استاد نبی بسه گپ یادم است که باز از یادم من اگه جازید باشن به نظر ما لوچک کسی رو میگه یاغی باغی بی بند و بار خل از بیتر بیا کسی که در دسترخان پدر مادر کلان نشه به نام نقاب بله سعیسته بسیار آدم های تراجیده می آوردن بله آگاه فهمت برنامه نقاب نامده نمی جان لوچک چیزیست که در افغانستان فعلا زیاد است دیده میشه در هر گوشه در هر سرک در هر جای یک موتر دو موتر حضور داره کسی که هیچ چیز را در نظر نگیره در دسترخان پدر مادر کلان نشده باشه هیچ از خود خانواده نداشته باشه اونم آدم لوچک میگه هر چیز چطیات چبولام که از دانش بره میگه او نمایندگی از خود و از فامیل خود میکنه ما با یک گپ مطمئن هستم ما شما معمولا نمی تگادم لوچک میگه ولی اصلا معنای لوچک چی است اصلا اگر صفت شما ببینیم بعضی کسا هستن که از فامیل بسیار درست است خود آدم خود شخصیت از او آدم با این است او نمیشه به نظر من لوچک کس را میگه که از یک آدم بیبندبار یعنی آدم بیبندبار معمولا در قصه عزت و آبرو و حیثیت خودم نیست و دیگرام فکر کنم هم یک آدم لوچک میگه در یک سرک یک سیاست روان میباشد چی نیست که نا نمیگن فکر میکنن این کار خوب است لوچک نیست و دیالوگ میگه لوچک آدم های وقتی که استادش کنی دست پاش در لرزه میشه تا به یک سلی را ندار نه نه لوچک آدم های بدن نمیگه لوچک آدم های لوی میگه خود تا نمیگه لوچک لوی رفتار لوی رفتار در هر کس چک بیته قول بیته اینه بود ما سوا کاری که میکنم بینید کارده به اونو آدم ها رو لوچک کنم لوی چک یعنی هم تو قول خوب بزرگم تو قول خوب بزرگ ما میگم لوی چک قول بزرگم تو ما برندسته ایم ما میگم لوچک هم این نفرهای دو جلاب هم میگم مثلا زمین از یک نفر بیچاره مظلومی هستک که چور میکنه باز میره در سارانولی در یک جای مثلا قواله رو بنام خود جور میکنه قسم میخوره باز میره پیسه تیر میکنه از زمین مردکه رو میگیره اونمو نفرها رو لوچک میگه لوچک لوچک بعد یگان دانه کمپانی مخابراتی هم هست که کارت بپردی و بانه یک چیز ورد کارت گمه چی که یگانه درست است یام یک نوی از لوچکی است این تو شد یه تو شد بالاخره اونم یک آدم غریب 50 رو به کارت انداخ و گم شد خلاص اون وقت هم یادمای چکچور قمارباز هم لوچک میگن به یام فکرتان باشه قمارباز لوی می باشه گپ آگاه بسیار دقیق است ولی ما ترجیح میتم یعنی ما تشویق نمیکنم ما یعنی لوچکایی که پشت مردم میگیرن در سرک مردم لوچ میگن اینا به مراتب بدتر است از اونایی که قمار میکنه قمار میزنه ما بسان واضح بگویم لوچک کس را میگه که ما سیم کارت خود امروز از خاطرش تبدیل کردیم
دل خود سر لوچکو دیگه نداشت، دیگه نداشت، هیچ کار نداشت. 24 ساعت مسکال بود تلفن ما بیچاره آدم مصروف از این کار بار. امروز آخر تلفن آخر سیم کارت خود تبدیل کردم 100 بار لوچکی کنن بی فایده. اینا کار کردن سیم کارت، اینا لازم سیم کارت نبود برای زنگ بزن بگیم سیم کارت خود نه که دلا گیر نرا تو زنگ از سیم کارت نمی زنگ بزن نرا باشید دیگه شما رو پیدا کن زنگ نگو مسکال بگو مسکال نمیداد تا تندس چند تا صبح زنگ میزد میگفتی سر وقت چت یاد میگفت قصه خوار مادر خدا کلا میره بر من خوار من تو میکنم مادر من تو میکنم خب میگفتی کرد خود چنیدی گو قصه کرد آخه من خب فقط چه رقم میشیدم صدای خود عزیز خاموش میماندم کویچ از منش او سر وقت قصه خب میگفتی کردیت 500 رو یک باز نشد دیگه ادم گپ ترسیر من میتی من تو جای خبر دارم وام یک نواز لوچکی است که مردم مزاحمت کردم ها سیم کارت امور میگفتی ده پیام روان که مصرف از ما یه نمیشه در رقم فوتوشاپ کنی نمیشه زنانه ای نمیشه علامه لوچکی نمیست لوچک شاخ نداره لوچک دم نداره که از دم باش یا از شاخش بسنسی بودی نمیشه یعنی لوچک علامه لوچکی نمی بود که ما فهمیدیم یک چند یعنی ما ترجمه میتم اگر انسان شاخ دم می داشت ولی لوچک نمی بود ها نه اونم لوچک بود خداوند اون ناحق شاخ دم نداده بود فهمیده بود که لوچک از مطلب زکی است فکر کنم که اما انسان شاخ هم داشت دوم هم داشت بله. اما صفت بد نبود اما لچک بودن بله 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 لچک گفته ببخشی گفته قربان علی دوست بسیار خوب ما که در بخش سینما هم کار است او میگفت که خدایا شاخ بدی دم بدی اما ایت لچک نشان ندی او دمی راضی بود که خدایا شاخ دم بده اما ایت لچک را نشان ندی ولی لچک ها فرنگانی دیم باری لچک هیچ گپ نزد لچک لچک دعا میکنه که خداوند پاک لوچک کار شاخ بوده که کلگی بشناسیش لوچک آدمی بدا نمیگه لوچک آدمی بدا نمیگه لوچک آدمی لویه میگه این دفاع میکنه لوچک والا لوچک سکن ما شما اک ببینیم لو دستوانگان سیم دستوانگان میگه اگه انسانه که آق پدر و مادر باشه و پشت مردم رو بگیره و از هر بتر باشه بالاخره را چی میگن؟ اونم را میگه که آدم بیکاره لوچک نمیگه لوچک نمیگه نه باز لوچک بگه لوچک های نیم سمنگان بیکاره لوچک زنای عرق چین داره لوچک میگه در اطراف هست در اطراف هست دگام پتستن اونها دگام پتستن لوچک فکر بر شما یک نقل هم دادم لوچک یعنی لغت برعکس پت لچک یعنی لچ یک آدم لچ مثلا چی رقم لچ اینا نه که برهنه باشه یا باشه از لباس یک آدمی که شخصیت نداشته باشه لچ است شخصیت نداشته باشه آبرو عزت نداشته باشه لچ باشه برا با بیکالا مگه برا با آدمای بیکالا مگه برهنه شخصیت والا ما ده یک اولی یک جای میشیشتیم صاحب خانه ما بیچاره لچک بود فوند پیر ریش سفید بود سن 80 داشت 60 یا 70 ساله میامد اتو لچک بود که خلاصی که یه قانون مراد نمیکردمی آدمی آروز گرفته و تا بچه و دمی هر کسا فهمیده یا این وقتی بگیش نمیگم تصویر و تا اونورم لچک میگم او سانه جان توجه شدی چی گفتم؟ گفتم خلاصی یک آدمی که باطنن هیچ چیزی داشته نباشه اونم رو لچک هست یک انسانی که خالی باشه خالی از شخصیت از تربیه از اخلاق از همه چیز که باشه لچک همون از دیگه چرا مگه صد تا بای بومره مگه یک خرابات لوچک نبوره مگه لوچک نه دفاع مدافع کتاب خود که اینا مطالعه میکنن امو کتاب فکر میکنم خود از خرابات نمره نه سامانگونی سر دو سایز ما برات معنا هست چه میگم که وقتم به تمام است اما تو خاله جان گفت لوچک یک انسانی که یعنی یک انسان بی سیرت بی لباس یک انسانی که عیان نداشته باشه لوچک امورا میگن با امید از اینکه یک روز نباشه لوچک در افغانستان تعدادشون بسیار کم شوه حتی نباشه آدمای بی نوره دیگه لوچک خیلی به افتخاره که در وطن ما لوچک بسیار زیاد از کف بزنه در امیجه دوستا عزیز برنامه خود پایان میرسانیم امید است که مورد نظرتان قرار گرفته باشه و تا چند لحظه با ما خندیده باشین تا برنامه بعدی شما تک تکتان به خداوند متعال سپرده خداوند یار و مددگار کنید